سلام امیدوارم که خوب باشید ما رو همچه کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه خیلی متفاوت قراره یکم با هم صحبت بکنیم درد و دل بکنیم و این داستانها ها راجبه سری درس که گرفتم و برنامه که داریم در آینده این توبه میری از اون توبه میری ها نیست اومدم که نرم اما نمه سیاست <تصفح> خب آقا اول از ما یه استوری گذاشتیم و راجبه این صحبت کردیم که قراره بیایم و اینا و چقدر انرژی منفی روک بخوام بگم چون خیلی اینجوری بودن که دادش تو یک ساله داری همینو میگی بعضی اینجوری بودن تو دو ساله داری همینو میگی و بعضی اینجوری بودن باز تو داری اینو میگی اما چی شد خیلی اتفاقا زنجیروار به هم گره خورد و من یک استوری دیدم استوری که نه یک پستی دیدم که مال اولین فن پیجم بود اون زمان ها که سال اول شروعمون بود و اینها و یک پستی زده بود اینجوری و این مال 2020 بیس من فکر می‌کردم یه سال دو سال کم این پست رو که دیدم فهمیدم که چهار سال من کم چهار سال یعنی الان ما داریم پنج سال تمام میکنیم میریم تو شیش سال و من چهار سالشو کمکار بودم خیلی ها. و اصلا چی شد چرا این اتفاق افتاد و چه درس یاد گرفتم چی شد اون کوکتل تیوی که شروع کردیم از سیری و خیلی از کارا رو برای اولین بار کرد و خیلی استقبال کردن و این مسیری چک گرفت و خیلی ها پیروش شدن یا سعی کردن بهتر از اونو بسازن و این داستان ها یهو خودش از همه مخصوصا خودش عقب موند چی شد این اتفاق افتاد داستان اینجوری بود که یه زرون مسئله انگلیسی هست که میگه به هدفهای بزرگ فکر کن اما کوچیک قدم وردار و من دقیقا برخلاف این بودم حالا یه سری حرکات رو انجام دادیم و بعد اون من دنبال یه سری پروژه های رویایی یه سری کارهای رویایی بودم و میخواستم اونا رو بسازم و خیلی وقت میذاشتم صحبت با آدم های مختلف اسپانسر و و و و و و, و, و اکثرا اینا دقیقه نوت کنسل میشد و اینجوری بود که نه اون راه بزرگر رو من رفتم نه همین مسیر خودم که این قدم که باید ورمی داشتم و عقب میموندم از خیلی از داستان ها و این حرفا آهنگایی که بعد ریاکشن میرفتم اخبارپی هایی که بعد میساختم برنامه هایی که بعد میساختم و یه سری هم که حالا مشکلات شخصی همه دارن و یه اتفاقی که افتاد این چند وقته من یه کوچولو تمام اون چیزهایی که ساخته بودم که خارج از کوکتل تیوی بود و یه جورایی شاید شده بود اصل زندگی ما و کوکتل هم این بغل بود همه نابود شد و اینجوری بود که من راه دیگه ای نداشتم یعنی اون مسیرهایی که ساخته بودم رفته بود به این پسته یو برخوردم یو به خودم نگاه کردم گفتم اصلا چی شده چه اتفاقی افتاده و دقت که بهش کردم دیدم زمانی که من میرفتم واسه اون اتفاقات بزرگ قدم بردارم خب تو وقتی میخوای یک موشکی رو پرتاب کنی باید یک ساختمانی بسازی که این با تکیه برون بره بالا و من تو فکر این موشکه بودم بدون اینکه این ساختمانش کامل باشه و سر حالا اتفاقاتی که میافتاد و داستانهایی خیلی ها به دلایل مختلفی کنسل میشد و یه جورایی من درونم احساس شکست میکردم فکر می کنم و شاید باورتون نشه من چند روزه نخوابیدم و همش دارم به این مسائل فکر می کنم و حس میکنم این درونم این حسه یه حسی بود که خودم رو بازنده میدونستم از خودم باختم و برای قدم هم که میخواستم وردارم این منو مغزم و یک مغز بهونه سازی کرده بود که هر اتفاقی میافتاد یا کوچکترین اتفاق و سری برداشت می کرد و منفیه رو میدید و میخواست میگه خب آقا نمیشه دیگه بیخیال و این اتفاق میافتاد و عادت کرده بودم به این و این خیلی بده این خیلی بده و تمرکزم هم رو جاهای دیگه بود در حالی که اصل قضیه که توش خوبم به نوعی این ور بود یه زمانهایی بود که خیلی از آرتیستا بهم زنگ میزدم گفتم آجی چرا ریاکشن نمیری آجی چرا نمیای بابا تو تو کارت خوبی اینو انجام بده و اینها خب اونا به صورت مقطعی انرژی به من میداد میومدم و دوباره تمرکزه روی کارهای دیگه و اتفاقات دیگه منو میکشید از این داستان بیرون و اولو محورش مرگ و میرها و اتفاقات دیگه که تو زندگی میفته اینها همه رو هم یه کوچولو حس بازنده بودن رو حس میکنم به من داده بود و همه اینها باعث میشد که من میگم اوکی نمیشه و درگیر خیلی چیزا شدم مثل الکل و سیگار و اینها که خوشبختانه الان شیش ماهی میشه که حتی یک اونس الکل هم نخوردم و این عکسی که دارید میبینید نمیخوام بگم مال چه بازیه ولی مال یه بازه خیلی کوچولوه که من تو این داستانا بودم و بعد از این همه مدت که گذشت فهمیدم که من الهه قمشه رو خیلی دوست دارم میبینم و خیلی وقت پیش یک حرفی زده بود و میگفت شادی در انجام وظیفه است و بعد از مدت ها و زندگی کردن و این اتفاقا این دوباره توی یه فاز رضا پیش رو توری توی گوشم گفت من فهمیدم که اون کاری که توی درونت وقتی انجام میدی و ناراحتی میگی وای من باز این کارو کردم بعد خودت تو یه جوری تربیت کنی که اونو ن... اون کار انجام ندی دیگه و اون کاری که وقتی انجام نمیدی در اون یه جنگی که وای دیر شد وای بعد انجام میدادم و باید روی دیسیپلین به بهترین شکلی که میتونی انجام بدی و شادی در انجام وظیفه است نمیشه دور زد این مسیر رو و این مسیریه که باید آدم بره قدم های کوچیک خیلی مهمه چیزایی که یاد گرفتم خب من زمانی که شروع کردم 20 سالم بود و راجه به خیلی چیزا خونده بودم راجه به خیلی چیزا دیده بودم آنالیز کرده بودم و اینها اما زمانی که توی اون شرایط قرار میگیری و حسش میکنی همه چی فرق داره و فکر میکنم این مسیره رو من بعد میرفتم که یکم پخته تر بشم اینا رو یاد بگیرم بعضیش مثل سیلی بخوره توی گوشم و کامل اینو درک بکنم که چی جوریه چرا این اتفاقا داره میفته و انرژی های منفی که هی جذب می کردم این اتفاق رو رقم میزد و از اون برم میگم قدم هایی که باید رو دیسیپلین انجام میدادم انجام نمیدادم به خیال یک پروازی که ممکن بود انجام نشه و من صد می رو اون و معمولا اون یک درصده که نشدن کاره بود اتفاق می افتاد و نمیشد و چند روز پیش بود که پاشا مجلسی به پیام داد گفت چطوری و فلان و اینا دلم واسه تنگ شده خیلی حرف نزدیم ولی یه جمله بهم گفت گفت پاشو مرد یه سوری هم از امیر فانتوم دیدم که یک قسمتی از متن‌های رادیو جی تی ای وی بود که داشت میگفت آدم‌هایی که دیشب مردن کلی برنامه واسه امروز صبح داشتن و اون آدمایی که امروز صبح مردن کلی برنامه واسه امشب داشتن و میگفتش که خیلی تایم نداریم خیلی وقت نداریم و ممکنه فردا نباشیم وقت نباشه پس اون کار تو الان انجام بده اون کاری که میتونی و انجام بده بقیه کارام حالا میتونه بغلش بشه ولی اون کاره با تمام امکاناتی که داری با همین که داری بساز با همین ارزش هایی که هست یک ارزش بزرگ خلق کن خلق کن و این قدم قدم باید بره و این چیزایی بود که خیلی عجیب بود خیلی پشت به پشت یه ها من اینا رو رندوم میدیدم رندوم پاشا پیام میداد رندوم فلانی پیام میداد بهمان و اینها و اینا رو ای تو ذهنم باز میکرد یه اتفاقی هم که برام افتاده که حالا نمیتونم خیلی راجمون صحبت بکنم ولی یه کوچولو از لحاظ مسئله اقامت هم و اینکه باید برم از اینجا و برم به جای دیگه و خیلی از کارهای دیگه که میکردم همه به نوعی تعطیل شده اینها همه اینو توی ذهنم باز کرد و یه نکته که خیلی داشتم بهش فکر میکردم این بود که قدر شماها رو ندونستم به نوعی و اون انتظارهایی که ازم داشتین رو برآورده نکردم گرچه که بار بهتون توضیح دادم یه بار حالم یه جوری بود که دوست داشتم همه رو خودم ناامید کنم و فکر می‌کنم اون اتفاق افتاد همه جورایی از کوکل تیوی ناامید شدن و یه جورایی الان میخوام از صفر شروع کنم انگار انگار از صفر برام و همه چی رو از صفر انگار ببرم جلو و جا داره عذرخواهی ازتون از بکنم چون خیلی هاتون که منو فالو کردید و دنبال کردید به خاطر اخبار رپیایی بود که می اومدید و میدیدی می تو هفته چه اتفاقی افتاده واسه رپ بود که سری میومد و توضیح میداد چه اتفاقی افتاده واسه ریاکشن ها آهنگای هات بود که دوست داشتید ببینید و اینها و من نزدیک چهار ساله که اینو درست انجام ندادم یه وسخای خیلی عمیق ازتون میکنم و اینکه یه جورایی ناامیدتون کردم شاید و الان میخوام مسیر رو دوباره بسازم یه ریبرندی بکنم یک این افسردگی که آخر و رو بدم بره و خودمون بسازم و خیلی به کمکتون نیاز دارم اینجا جایی که خیلی به کمکتون نیاز دارم به انرژیاتون نیاز دارم به اینکه لایک بکنید همه پست رو کامنت زیاد بذارید اگر میتونید استوری بکنید حتی اگر 100 تا فالوور دارید 20 تا فالوور دارید استوری بکنید کارا رو پست درست بکنید تو بقیه پلتفرم و این داستان خیلی به کمکتون نیاز دارم قرار پر قدرت برگردیم و اندفه دیگه قرار نیست قرار نیست که ناامید کنم یا پای حرفم نمونم میدونم بدقول بودم تو اینکه گفتم میام تو اینکه گفتم میمونم تو اینکه گفتم پرکارم و عذرخواهی شدید میکنم فکر میکنم بدقول ترینم البته جای نه افتخار داره نه گفتنش اصلا سخته اینکه که آقا من ترین بودم تو این داستان ولی کلی چیز یاد گرفتم تو این مدت و یه آدم دیگه شدم خیلی اتفاقاتی که افتاد از این پروژه که تا دقیقه 90 میرفتن نمیشدن تا خیلی از رفیقام که مثل داداش هم بودن و کارهای عجیب غریب کردن مرگ و میرهایی که تو زندگی من اتفاق افتاد و اینها همه اینها یک آدمی از من ساخت که من اون خود اصلیمو گذاشته بودم اون ور پیداش نمی‌کردم احترامم احترامی که به کارم داشتم و از دست داده بودم اون ریسپکتر نمی دادم. خیلی مهم آدم به کارش احترام بذاره همونقدر که به کارت احترام میذاری کارت به تو احترام میذاره به کارم احترامه رو و ولش کرده بودم یه جورایی دیگه حالا اینجوری بود که اگه بود بود اگه نبود نبود ولی دیگه نمیخوام اتفاق بیفته و هر جوری شده نمیخوام بذارم که این اتفاق بیفته میخوام این افسردگی رو بریزم بیرون میخوام همه این درسایی که یاد گرفتم و اجرا کنم که پنج سال دیگه به خودم بگم آفرین و جایی که خیلی به کمک شما نیاز دارم همونطور که کوکتل از اول تیمی بوده علاوه بر تیمی که حالا پشتش بوده و شمایی که توی پلتفرما فالو میکردید و نگاه میکردید و عشق میدادید یه تیم و یه خانواده بودیم و کار تکی و من کلا اصلا دوست ندارم نمی چسبه به بهم و یکی از دلایل دیگه هم که کمکار بودم همین بود چون هی تو بوره های مختلف من تنها می شدم تو کارم و من عاشق کار گروهی هم. چون کار گروهی کارت صد لول میبره بالاتر ما از اول هم گروهی شروع کردیم ولی خب حالا بنا به که افتاد یه دیدم علی مونده و حوزش و همه اینها رو هم خلاصه سرتون درد درم خیلی خیلی اه... کرکتر منو عوض کرد کلا یه آدمی دیگه شدم اون عشقی که به رب داشتم حالی که می خیلی جاها رفته بود تو بعضی از ریاکشن رو دیده بودید و زور زدم تو این چند وقته خیلی کار کردم همه اینا برگشته کامل نه ولی داره کاملتر میشه و میخوام کاملترش بکنم و به کمک شما خیلی نیاز دارم میخوام امسال همون کوکتلی باشم که به خاطرش فالو کردید و دوست داشتید باشه دم همتون گرم عشقید مرسی که تا این لحظه دیدید ویدیو رو مرسی که تو این پنج سال این همه عشق دادید انرژی دادید و رو که اگر شماها نبودید کار منم ارزشی نداشت رو که اگه شماها نبودید منم نمیتونستم فلکس کنم که آقا فلان کارو من کردم اگر شماها نبودید من نمیتونستم بگم که فلان ایده رو من آوردم چون شماها بودید که به اون ارزش دادید و اونو گنده کردید بدون شما هیچ معنایی نداشت دمتون گرم دوباره ازتون اسخای میکنم و این قول رو بهتون میدم که دیگه بدقولی قولی در کار نیست و الان دیگه باید شاید نیست متوجه چی میگم دمت گرم عشقی بریم دوباره واسه اینکه که اون هدفی که آرام 19 ساله داشت و شروع کرد و ولش کرد و تو پنج سالگی دوباره پیشو بگیریم و بریم با سش عشق منی تک تکتون رو دوست دارم مرسی واسه وجودتون همین دیگه پر حرفی کردم نیاز داشتم این حرفا رو بزنم خالی کنم و حالا شاید خیلی برای شما گوش دادنش باحال نبود ولی لازم داشتم که این حرفا رو بزنم خالی شم این دوشم ورداشته بشه دمتون گرم جاتون اینجاست تا ویدیو بعدی که خیلی دیر نیست سیوسان